مهمترین آیتم هایی که تاکنون در دولت دکتر پزشکیان مستقیم و غیر مستقیم انجام شده است. 1. کمک های جنگی و حمله های نظامی تقریباً به صفر رسیده است. 2. در خیابان ها و بی‌آرتی ها و متروها آرامش مطلق حاکم و هیچ سیاه پوشی به بانوان حمله و یا اهانت نمی کند. آن یک جمله دکتر مسعود پزشکیان برادان که دستور داد من اجازه نخواهم داد کسی به دختران من جسارت و یا اهانت بکند کارساز بوده است. 3. اعلام شده کلیه اساتید و دانشجویان اخراجی به سر کارهای خود برمی گردند. 4. مطالبات به عقب افتاده تأمین اجتماعی و معلمین و پزشکان و پرستاران تا طی هفته های آتی پرداخت می شود. 5. 80,000 معلم بر سر کلاس های خود بر می گردند. 6. با جدیت روی خروج افغانی ها کار می کنند و اگر رادان نتواند عوض می شود. 7. در اسرع وقت مرزهای کولبری آزاد می شود و کسی حق کشتن کولبری را ندارد. اولین نماینده سنی بعد از 45 سال معاون رئیس جمهور کشور شد. 8. فردی که به مهسا امینی جسارت کرده بود از استاد دانشگاهی اخراج شد. 9. اولین بار نماینده رسمی خبرگزاری صدا و سیما از مردم بابت اهانت به مهسا امینی رسماً معذرت خواهی کرد که در 45 سال گذشته اولین بار است. 10. تا آخر هفته آینده تکلیف اینترنت روشن خواهد شد. 11. دزدان چای دبش که به زمان دکتر مسعود پزشکیان هم ربطی ندارد 70 نفری تشریف بردن زندان، مخصوصاً کسی که در کنار جلیلی میگشت و دزد اصلی چای دبش بود به زندان رفت. 12. دو فقره دزد بزرگ دستگیر و تحویل زندان شدند. گروه اول کارچاق کن اصلویه که دارند اموال خارج شده از کشور را از دبی برمیگردانند. دومی هم دستگیر و روانه زندان شدند و با نظارت دولت محاکمه می شوند. 13. تعداد 4 بانو در رده بالا وارد هیئت دولت شدند. 14. همه وزرا اعلام کردند فقط در جهت صلح و آرامش، امنیت و برقراری عدالت قدم به جلو می گذاریم. مخصوصاً وزیر امور خارجه در 3 بند شفاف درگیری نظامی را رد کرد و سخت دنبال روابط دوستانه با همه کشورهاست و با هیچ کشوری قهر نخواهیم کرد. 15. وزیر کشور هدفش فقط برقراری امنیت در کشور است و اگر نتواند عذرش خواسته خواهد شد. 16. دکتر مسعود پزشکیان در هیئت دولت اعلام کرده اول دزدی نمی کنیم، دوم دزد می گیریم و در گزارش عمل کرده ماهانه به صورت علنی به مردم معرفی می کنیم. مسعود پزشکیان زاده 7 مهر 1333 جراح قلب و سیاستمدار ایرانی است که از تابستان 1403 به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران فعالیت می کند. او همچنین از سال 1387 تا مرداد 1403 نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بود و در دوره 10 مجلس به عنوان نائب رئیس اول انتخاب شد. دکتر مسعود پزشکیان
پیشتر از سال 1380 تا سال 1384 سمت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت محمد خاتمی را بر عهده داشت.